شرکت فناوری راب سرجیکال یک سامانه جراحی مجهز به ربات در نمایشگاه کنگره جهان موبایل عرضه کرد که با استفاده از هوش مصنوعی میتواند در لحظات حساس جراحی بازخوردهای حسی به جراح منتقل کند. سامانه جراحی بیترک برای نخستین بار فناوری جراحی رباتیک را با ابزارهای هوش مصنوعی و بیماری شناسی تصویری ادغام میکند. یکی از ضعف‌های اصلی جراحی رباتیک اینه که جراح نمیتونه بازخورد حسی داشته باشه که بدون بافت مورد نظر رو لمس کرده. بنابراین بسیار جالبه که بتونیم ایمنی جراحی رو در مراحل حساس بالا ببریم. شرکت راب سرجیکال ویدیوهایی از جراحی در یک بیمارستان با استفاده از سامانه جراحی بیترک را به نمایش گذاشته که به گفته بنیانگذار شرکت طلایه‌دار عصر جراحی دیجیتال است. واحد بهداشت و درمان شرکت موزم برادکام روایت جدیدی از عینک واقعیت مجازی رو در سامانه‌ای به نام بیمارستان متحرک یا هاسپیتال آن ویلز در نمایشگاه کنگره جهان موبایل در یک چیدمان به نمایش گذاشت که طرز استفاده از سامانه را هم برای تماشاگر ملموس می کند. عینک های مجهز به واقعیت مجازی به امدادگر بهداشتی در آمبولانس امکان می دهد که در راه بیمارستان با پزشک یا جراح کنفرانس ویدیویی برپا کند و برای آماده کردن بیمار مشاوره بگیرد. در ضمن علائم حساس مثل سرعت نبض و فشار خون را در همان عینک می بیند و لازم نیست چشم از بیمار بردارد. نمایشگاه کنگره جهان موبایل ترکیب‌های دیگری از فناوری‌های واقعیت مجازی و هوش مصنوعی را کنار هم عرضه کرد. از جمله سربند مجهزی از شرکت یوروکات که داده‌های حساس مغز بیمار قربانی سکته مغزی را از آمبولانس به جراح و همکارانش در اتاق عمل منتقل می‌کند.